مدیر روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه در کربلا روند سیاسی حاکم بر عراق را بر پایه داد و ستد تجاری و تبادل منافع بین احزاب و جناها توصیف کرد به گزارش شوه ویوز به نقل از پایگاه تل رسانی دفتر آیتولال ازما شیرازی سید عارف نصرالله در دیداری با حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر شیرازی فرزند مرجع راهل و حجت رسان والمسلمی شیخ جلال معاش مدیر دفتر مرجعیت شیعه در کشور لبنان روند سیاسی حاکم بر کشور عراق را مورد بررسی قرار داد سید عارف نصرالله در بخشی از سخنان خود فراز و نشیب های سیاسی و حالت انتظار کشور عراق برای تشکیل دولت جدید را دلیل برهم خوردن صبات زندگی و امنیت ملت عراق دانست و گفت این مشکلات مانع ارائه خدمات ابتدایی همچون تأمین برق کشور از سوی مسئولان امر شده است وی تاکید کرد شهروندان عراقی به شدت از بیعدالتی و محرومیت در رنج هستند و به خاطر درگیری های سیاسی بر سر قدرت و به دست آوردن امتیازات و منافع شخصی و حزبی چیزی جز وعده های دروغین نصیب آنان نشده است. نصرالله حفزود منافع کشور اراق آخرین چیزی است که امروزه سیاستمداران عراقی به آن اهمیت میدهند چرا که دقدقه آنها تنها در به دست آوردن پستهای دولتی مزایا حقوقها و منافع شخصی و حزبی خلاصه میشود حتی اگر رسیدن به این خواسته ها به زیان مردم باشد مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله عظما شیرازی مدظله در پایان سخنانش بر ضرورت اقدام فوری و مداخله مراجع معظم تقلید و رهبران دینی برای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع تاکید کرد